هموطنان عزیز سلام، من دکتر قیس نکزاد هستم، متخصص امراض داخله. امیدوارم شما همتون خوب باشین. امروز میخوایم در مورد شب ادراری و خارج شدن غیر ارادی ادرار در بعضی اطفال که ایجاد میشه و یک سری مشکلات روحی و روانی را هم برای خود از اون طفلک به وجود میاره، هم برای فامیلش به وجود میاره و بعض اوقات چون دانش درست بعضی هموطنان ما نداره اشتوکه بزن بسوزن و یک نارامی شدید روانی را برای از درآینده ها ایجاد میکنه. در مورد شب ادراری یا خارج شدن ادرار به شکل غیر ارادی در اطفال یا انیوریزس برای شما صحبت داشته باشم. یک اصطلاح انیوریزس ما داریم، یک اصطلاح انکوپریزس داریم که یکی ادرار خود یک طفل به شکل ارادی خارج نمیکنه و بعض اوقات امکان داره که ادرار را به شکل غیر ارادی خارج کنه و انکوپریزس بعض اوقات مواد غایتی مریض به این شکل خارج میشه. انیوریزس، انکوپریزس. خب تعریف مشخصی که به خاطر انیوریزس پیش مریض موجود میباشه ای هست که اگر یک طفل در جریان روز کالای خود تر کنه، یعنی در کالای خود ادرار کنه، و یا ای که از طرف شب جای خواب خود تر کنه، در یک هفته حداقل دو مرتبه این حالت را تجربه کنه، بیشتر از 3 ماه این پروسه دوام کنه و سن طفل بیشتر از 5 سال باشه. سن بیشتر از 5 سال، در یک هفته 2 شب این موضوع را تجربه کنه، در کالای خود ادرار کنه و یکی از طرف شب جای خود را تر کنه و حداقل تداوم این حالت بیشتر از 3 ماه باشه و سنش بیشتر از 5 سال، اینی تحت عنوان انیوریزس مورد ارزیابی قرار میگیره. چه عوامل برای این وجود داره؟ برای عوامل ایره مستندر بر کتاب گیی، نیلسن و کارنت بخش اطفال به 2 بخش تقسیم بندی میکنن که یکی عبارت از نان مونوسیمتوماتیک است و دیگه مونوسیمتوماتیک است. حالت مونوسیمتوماتیک یعنی به این مفهوم که فرد فقط از طرف شب جای خود تر میکنه ولی از طرف روز ادرارش در اراده خودش است. این اکثر اوقات در نزد اطفال تحسس میکنه که تشوشات ساختمانی در سیستم بولی خود میداشته باشن و یکی بعض اوقات امکان داره یک سری تشوشات ژنتیکی و ارثی در نزد فرد موجود باشه. ولی حالت دوم از این را به نام complicated انیوریزس میگن یا نان مونوسیمتوماتیک که فرد هم از طرف شب جای خود تر میکنه هم از طرف روز در هر جایی که باشه ادرارش به شکل بیراده خارج میشه. چطور عامل ازی را تثبیت کنیم؟ عمدترین عوامل ازی پروسه مشکلات یورولوژی در فعال هسته، عدم رشد درست اعضای بولی هسته، قبضیت های متکرر و متداوم هسته، تشوشات روانی هسته، ترس از رفتن به تشناب هسته، استفاده یک سری داروها هسته، داشتن چرک در سیستم بولی مثلا التهاب مثانه هسته. در پهلوی از او امکان داره که مریضایی که شکر نوع اول می داشته باشن یا ای که مثلا شکر بیمزه یا دیابتوس انسیپیدس داره که مریض زیاد آب می خوره و زیاد تشناب بره، قند بالا نیست ولی تکرر ادرار پیش مریض و گرفتن مایعات پیش مریض موجود می باشه، در سری از اینا تحسس کنه، در سری یک سلسله عملیات ها امکان داره تحسس کنه، در سری ضربه ها تحسس کنه. همه ای از این عوامل است که امکان داره باعث شود تا در نزد یک فرد انیوریزس و شب ادراری و روز ادراری را به وجود بیاره. چه رقم تداوی میکنیم؟ در مرحله ابتدایی کوشش میشه که هیچ وقت طفل را مؤاخذه نکنیم، جزا ندهیمش، برازوی حس ندهیم که به طور مثال احساس شرم و گناه کنه. اولین راهکار عبارت از این است که قبل از اینکه طفلک بخوابه مادرش میبرش به تشناب خود تخلیه کنه و برش میاموزانه که جان مادر، اگر از طرف شو تو اسمی کردی که گویا ادرارت تخلیه میکنی، مرا بخیزان مکتیت میرم تشناب. این راهکار ممکن است مؤثر باشه. دو موضوع عبارت از این است که بعض اوقات الارم برای طفلک گذاشته میشه که مثلا 2 بجه شو بخیزه برای تشناب، ولو که داشت نداشت یک دفعه تشناب بره، 3 بجه شو یک دفعه برای تشناب. این در 2 بر 3 از واقعات مؤثر است. اگر این راهکار شد خوب و خوب، اگر نشد باز به دوا خیز میزنیم. ولی یادتون باشه از طرف شب گرفتن مایعات پیش مریض ما در کل کم میسازیم و در پلویش کوشش میشه که فرد پیش از اینکه بخواب بره به تشناب خود تخلیه کنه. اگر این راهکارها جواب داد خوب و خوب، اگر نداد در صورتی که شب ادراری مغلق نباشه، در قسمت اعظم واقعات در 3 سالگی و در 90% واقعات الا 6 سالگی به صورت خود به خود اصلاح میشه.
ولی اگر نتیجه نداد پالیده میشه که مبادا شکر داشته باشه، مبادا شکر دیابتوس انسیپیدوس یا دیابتوس ملیتوس فرد داشته باشه، مبادا چرک مثانه داشته باشه، مبادا تشوشات بولی داشته باشه، مبادا قبضیت داشته باشه، یا را کش میکنیم که اصلاح کنیم. اگر همه از یه عامل پیدا نشد فقط در ابتدا نزل اسپری دسموپریسین و در صورت نیاز ترایسیکلیک اندردپرسانت مثل مپرامین بر مریض توصیه میشه و در پلوی از این دوا بر مریض اما تغییرات رفتاری بر فامیلش هدایت داده میشه تا اینکه یاستاس توی مشکلات اجتماعی پیش تفلک برطرف شود. ویدیو رو شریک کنین و صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنین. تا دیدار بعد، بدرود.